برنامه رو با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. مؤسسه فرهنگی نیکوکاری مصباح الحسین علیه السلام از مراکز مرتبط با دفتر آیت الله العظمی سید صادق شیرازی دامظله در شهر مقدس کربلا از ادامه توزیع وسایل گرمایشی و لباس‌های زمستانی در میان خانواده‌های نیازمند و ایتام خبر داد. عبدالصاحب کشوان مدیر این مؤسسه اعلام کرد این اقدام در راستای عمل به توصیه‌ها و رهنمودهای مرجعیت شیعه و با هدف مقابله با سرمایه زمستان انجام شده است. منابع رسانه‌ای ایرانی اعلام کردند که باستانشناسان در گمان زنی مسجد جامع نوشآباد در شهر آران بیدگل در استان اصفهان صفحه نوشته‌هایی به قدمت احتمالی ساسانی و اشکانی و همچنین بناهایی پیشا سلجوقی کشف کردند. گفتنی است ابن رست در کتاب الاعلاق و نفیسه از نوشآباد به عنوان یکی از منزلگاه‌های میان ری و اصفهان در سده سوم هجری قمری نام برده است. فعالان شبکه‌های اجتماعی ویدیویی را منتشر کردند که در آن مقام‌های هندی در حال تخریب مسجد تاریخی شاهی در شهر مدینت‌الله در ایالت اوتارپرادش هستند. قابل ذکر است مسجد تاریخی شاهی که حدود 5 قرن قدمت دارد به بهانه تعریض جاده در هند تخریب شده است. این اولین مسجد تاریخی هند نیست که به چنین بهانه‌هایی تخریب می‌شود. عبداللطیف آفریدی رئیس پیشین اتحادیه وکلای پاکستان و از چهره‌های شناخته شده این کشور در داخل دادگاه عالی پیشاور هدف تیراندازی یک مرد مسلح که لباس وکلا را پوشیده بود قرار گرفته است. سمیع‌الله خان پیش از آن که به قتل برسد وکالت شکیل آفریدی پزشک پاکستانی را بر عهده داشت که به سازمان سیا کمک کرده بود تا مخفیگاه اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده را شناسایی کند. بن لادن در سال 2011 توسط نیروهای آمریکا در پاکستان کشته شد. منابع محلی از درگذشت 24 شهروند افغانستانی بر اثر یخزدگی ناشی از سرمای شدید هوا در مناطق و شهرهای مختلف این کشور خبر دادند. این در حالی است که بسیاری از مردم افغانستان از نداشتن وسایل مناسب و کافی گرمایشی رنج می‌برند و این کشور زیر سایه حکومت طالبان هر روز شاهد قطع طولانی برق است. منابع اسلامی در کشور کانادا از آغاز فعالیت یک استارتاپ کانادایی خبر دادند که اهدای وام‌های مسکن مطابق با شریعت اسلامی را آغاز کرده است. به گفته مسئولان این شرکت مستقر در تورنتو که اقراض نام دارد تمام مسائل مالی از جمله محصولات، خط معاش‌ها و رویه‌ها تحت استانداردهای هیئت حسابرسی و بازنگری مؤسسات مالی اسلامی توسط دفاتر بازبینی شریعت مستقر در بحرین تایید شده است.